آیا جیمز وب ستاره های تاریک را کشف کرده؟ ما امروز با شما هستیم تا در مورد یکی از معروفترین شخصیت های رسانه‌ای جهان جیمز وب صحبت کنیم. جیمز وب که یکی از ماجراجویان هستش، همواره در جستجوی شخصیت های تاریک و خطرناکه. اما آیا اون موفق خواهد بود تا ستاره های تاریک رو کشف کنه؟ آیا ستاره های تاریک افسانه‌ای واقعا وجود دارن؟ ما همراه بشین تا این راز رو کشف کنیم. سلام، به کانال تکسون تیوی خوش اومدین. لطفاً اگه هنوز به کانال ما سابسکرایب نکردین، اونو سابسکرایب و زنگوله رو هم برای اطلاع از آپلود ویدیوهای جدیدمون روشن کنید. بریم تا با هم ببینیم جیمز وب تونسته ستاره های تاریک رو کشف کنه یا نه. شکلگیری ستاره های تاریک. بر اساس تحقیقات جدید، تلسکوپ فضایی جیمز وب سه ستاره تاریک احتمالی رو شناسایی کرده که ممکنه از ذرات ماده تاریک روبه نابودی نیرو بگیرن. بیان این که ستاره های تاریک احتمالی دقیقاً چی هستن کار خیلی سختیه. ما میتونیم وجود ماده تاریک رو از طریق اثرات گرانشی با اجرامی مثل کهکشان های ستارگان تشخیص بدیم. ستارگان تاریک ممکنه از ذرات ماده تاریک تغذیه بشن. همونطور که ستارگان معمولی مانند خورشید منظومه شمسی ما از ماده معمولی نیرو میگیرن. به گفته محققان، ستارگان تاریک به جای سوختن هیدروژن یا همون همجوشی هسته‌ای با سوزوندن ذرات ماده تاریک گرم میشن و میدرخشن. ویژگی ستاره تاریک. سه جرمی که به عنوان ستاره های تاریک رصد شدن، یکی مربوط به 330 میلیون سال بعد از بیگ بنگ و دو عدد دیگه به ترتیب مربوط به 370 و 400 میلیون سال بعد از بیگ بنگ هستند. مشاهدات جیمز وب نشون میده که سه جرم دوردست که همگی مربوط به اوایل تاریخ کیهان هستند، دارای ویژگی های کلیدی ستارگان تاریک هستند. این ستارگان از نظر تئوری باید در دوران اولیه کیهان وجود داشته باشند، زمانی که ماده تاریک به وفور در جهان وجود داشت. این ستارگان خیلی درخشانند و برای انجام همجوشی بسیار سرد هستند و از ذرات ماده تاریک به عنوان منبع تولید گرما استفاده می کنند. نام این ستارگان از آهنگ ستاره تاریک The Grateful Dead گرفته شده. سه ستاره تاریک احتمالی به نامهای جیدس GSZ-12-0، جیدس GSZ-13-0 و جیدس GSZ-11-0 ممکنه هدف مشاهدات آینده جیمز وب باشه. امیدواریم از تماشای این ویدیو لذت برده باشین. حالا شما به ما بگین، به نظرتون چقدر از عمر کیهان باقی مونده؟ خوشحال میشیم نظرات و دانسته هاتون رو برامون کامنت کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و به دوستاتون معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی، روزاتون پر از نور.